من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای امیر درخشان و حضور پژوهشگر هم‌میهنمون پژوهشگر نامدار ایرانی آقای امینی، آقای محمد امینی. همیهنان گرامی، همان گونه که هفته پیش وعده دادیم، امروز و شاید هم هفته آینده گفتگو با آقای امینی رو پیرامون اندیشه های آیت الله خمینی در 75 سال پیش دنبال خواهیم کرد. این کتاب کشف اسرار آقای خمینی که کمتر مورد بازبینی، واکاوی و بررسی قرار گرفته، به راستی حاوی داوری هایی است که ای کاش روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران سالهای پیش از انقلاب آن را خوانده بودند و شاید اگر خوانده بودند دچار این توهم نمی شدند که آقای خمینی قصد بنای یک حکومت دینی را در ایران نمی داشته. جناب آقای امینی، با عرض ادب. درود بر شما، سپاسگزار هستم. با درود دیگر باره بر همیهنان گرامی که همواره این برنامه رو دنبال میکنن. آقای امینی، برای آگاهی آن گروه از بینندگانی که شاید برنامه دو هفته پیش ما رو ندیده باشند، آیا ممکنه شمه‌ای درباره زمینه نوشته شدن این کتاب آقای خمینی توضیحاتی بدهید؟ یعنی کشف اسرار. و ضمناً بفرمایید که آیا آقای خمینی در آن هنگام آدم سرشناسی بوده یا خیر؟ ببینید جناب مهری، همون گونه که چند هفته پیش با شما و همیهنان گرامی در میان نهادم، در میان گذاشتم، در سالهای پس از آغاز جنب و جوش مدرنیته در ایران، کوشش برای دگرگون ساختن ساختار فرمانروایی ایلیاتی در ایران که در واحدهای محلیش زیر نفوذ آخوندها بود، یک برداشتی در میان آخوندها به وجود آمده بود که یعنی یک واکنش که نباید این کنترلی که بر بخشهای از حکومت داشتن رو از دست بدهند. و درگیری هایی به وجود آمد میان اونهایی که مشروعه میخواستن یا مشروطه مشروعه میخواستن یا مشروطه میخواستن، تا سرانجام به مشروطه و حتی اعدام شیخ فضل‌الله نوری انجامی. در اون سالهای پس از آن و در همان دورانی که مورد گفتگوی ماست، بسیاری از روحانیان تراز اول اون زمان نجف، چون نجف پایگاه بود، قم هنوز جایگاهی در این کارزار نداشت، قم رفته رفته جایگاه برجسته‌ای پیدا کرد، بیشتر روحانیان عتب رفت ویژه بر این باور بودند که در ساختار سیاست فقیه نباید دخالت آشکار بکند، بلکه باید دخالت اندرزگویانه بکند، یعنی باید اندرزگوی پادشاه باشد. و اونها حتی پادشاه جائر رو، جابر و جائر رو میپذیرفتند و میگفتند که این تا دوران آمدن امام زمان پذیرفتن پادشاه، پذیرفتن سلطان ضروری است. به ویژه در دوران مدرن مسئله پشتیبانی از حکومت شیعی جهان پیش آمد، یعنی دولت ایران، که در اون کارزار حتی بسیاری از روحانیان برجسته نجف حتی در گیرودار برخورد رضا شاه با آخوندها با او درگیر نمی شدن، چون نمی خواستن پادشاه تنها کشور شیعه جهان رو خیلی ناتوان بکنن. بیم و حراس هم داشتن که شاید ایران به سرنوشت ترکیه عثمانی اون زمان، سپس ترکیه چار بشود و ایران جمهوری بشود و اصلا یک گسستی میانه حکومت و دین به وجود بیاید. پس از شهریور 20
این گفتگو بر سر نقش سیاسی فقیه دوباره بالا گرفت و کسانی پیدا شدند که از این سخن میگفتند که فقیه دارا جای سیاسی است و این در برابر اندیشه بود که تا اون زمان به ویژه از سوی دو تن، یکی آتابالحسن اصفهانی که از سال 1300 پس از مرگ آخوند خراسانی تا سال 1125 که درگذشت تقریبا میتوان گفت شخصیت چیره بر روحانیون نجف بود، یعنی بالاترین مقام رو در میان روحانیان شیعه داشت، و دیگری در ایران دکتر کریم قائری که پایه‌گذار حوزه علمی قم بود، از سال اونم از سال 1300 حوزه رو ایجاد کرد. این سال 1300 از این لحاظ خیلی جالب است که آغاز فراز آقای آستابالحسن اصفهانی به جایگاه بلند پایه ترین روحانی شیعه در نجف است. ساختن حوزه علمی قم در ایران است و همون سالی است که رضا شاه هم فراز خودش رو به سوی قدرت آغاز میکنه، چون تا اون هنگام نقشی نداشته و پس از اینکه در همون بهار 1300 سید ضیاءالدین رو از ایران فرار میدهند، بیرون میکنند، او در واقع نقش ویژه‌ای پیدا میکنه و رفته رفته به جایگاهی میرسه. اینها همزمان هست در واقع و یک نوع همزیستی هم در ایران به وجود میآید، یعنی آقای حائری و آقای اصفهانی در نجف تا حدودی پادشاهی رضا شاه رو نه تنها میپذیرند بلکه صدای اعتراضی بسیاری از آخوندهای دیگر رو خاموش میکنند و جلوگیری میکنند از درگیری میان روحانیان و رضا شاه، و رضا شاه تقریبا دستش باز بوده در این دوران برای اینکه رشد اصلاحات رو در زمینه محدود کردن قدرت روحانیان در ایران انجام بدن. پس از شهریور 20 که رضا شاه ایران رو ترک کرد و جامعه خواسته یا ناخواسته باز شد، بار دیگر مسئله نقش سیاسی فقیه بالا گرفت و کسانی وارد این گفتمان شدند که فقیه دارای حقوق سیاسی است و در افتادند با اندیشه های چیره بر ساختار روحانیت در اون هنگام. اول کسی که دریافت این موضوع رو و به چالش کشید، و شاید تنها کسی که این رو دریافت و به چالش کشید، زنده یاد احمد کسروی بود. کسروی دریافته بود که پس از شهریور 20 آخوندها وارد میدان سیاست شدند و از همون هنگام اعتراض کرد، هنگامی که آقای قومی که تبعید شده بود از مشهد، آمده بود به تهران، از تهران تبعید شده بود رفته بود به عتبات، هنگامی که به ایران بازگردانده شد با عزت و شوکت و غیره در سال 1322 او پرخاش کرد به این موضوع. کسروی در این دوران شاید تنها کسی بود که دریافته بود که گروهی از آخوندها به دنبال حکومت هستند و این رو در کتابهای خودش اشاره میکرد و یادآوری میکرد، ولی گوش شنوایی در اون هنگام نبود و خیلی ها تصور میکردند که این جنب و جوش تازه پای دینی برای بازگرداندن اندیشه فقیه سیاسی به جایی نخواهد رسید. از دل این حرکت فدایان اسلام بیرون، از دل این حرکت فدایان اسلام جمعیت مؤتلفه به وجود آمد. از دل جمعیت مؤتلفه و جنبش مذهبی سیاسی در ایران سرانجام انقلاب 57 روی داد. کسروی رو دریافته بود و جان خودش رو در این راه از دست داد. یکی از کسانی که در این زمینه بسیار کارش ماندنی بود، فردی بود که مدرس گمنامی در قم بود، از خمین برخواسته بود، پدر بزرگ هندوستان به ایران مهاجرت کرده بود، البته به این معنا که رفته بود برای حج به مکه و در اونجا با کسانی از خمین، از ثروتمندان و زمینداران خمین آشنا شده بود، از او خواسته بودند که بیاد به ایران و او آمده بود به ایران و خانواده خمینی هندی در واقع در خمین به وجود آمده بود. حتی یکی از برادران آقای خمینی تا پایان عمر نامش هندی بود و اینها اصلا به نام خانواده هندی معروف بودند. خود آقای پسندیده برادر بزرگ آقای خمینی
نامش هندی بود، هنگامی که رفته بود و در وزارت دادگستری، هنگامی که آقای متین دفتری وزیر دادگستری بود، پدر این آقای هدایت الله متین دفتری، دوست مشترک من و شما در پاریس، ایشان رفته بود از آقای متین دفتری جواز ثبت اسناد بگیرد در خمین و او گفته بود که من به هندی این جواز نمیدم. ایشان گفته بود من اسمم هندی. بالاخره آقای مرتضی پسندیده در همون دادگستری نام خودش رو عوض کرد و مرتضی رو فارسی کرد به پسندیده و شد آقا مرتضی پسندیده، چون مرتضی در عربی یعنی پسندیده. ولی فامیل همه این سه برادر، هر سه این برادر هندی بوده. آقای خمینی در اون هنگام یک مدرس گمنامی در قم بود. البته یه ویژگی این آقای خمینی داشت که بهش اشاره میکنم و اون بود که مدرسی بود سخت شیفته فلسفه، سخت شیفته فلسفه افلاطون و ارسطو و فلسفه رو دنبال میکرد. حتی پدر من یادآوری میکند که یک بار که با او دیدار کرده این کتاب فیه ما فیه مولانا رو میخونده و طلبه ای وارد شده و اون کتاب رو داشته که این طلبه نبینه، چون در اون هنگام به ویژه در دوران آقای بروجردی و پس از اون خواندن فلسفه، یعنی در دوران پیش از آقای بروجردی، به ویژه در دوران آقای بروجردی، درس فلسفی تا حدودی کنار نهاده شده بود و خمینی یک هواداری ویژه‌ای از بحث‌های فلسفی داشت که بهش اشاره خواهم کرد. این کتاب رو آقای خمینی در پاسخ به پرسش‌هایی که حکمی‌زاده، یکی از آخوندزاده هایی که سخت هوادار کسروی شده بود، در کتابی به نام اسرار هزار ساله نوشته بود، خمینی این کتاب رو در پاسخ به حکمی‌زاده نوشت. البته در واقع پاسخ به کسروی نوشت. کتاب به نام کشف اسرار، من این رو اینجا در برابر دوربین قرار میدم، این نسخه است که نخستین نسخه است که در واقع به چاپ رسیده در قم و کتابی است بسیار مفصل، یعنی کتابی است در 335 صفحه که ایشان نوشتند و پاسخ به یه جزوه است که این جزوه در حدود 20 صفحه بیشتر، این جزوه آقای حکمی زاده به اون پاسخ داده. در این کتاب آقای خمینی وارد بحث ولایت و ولایت فقیه شده و بنابراین دفتر این بحث رو گشوده و این بحث تا اون زمان در جامعه ایران گم بود. از این تنها چیزهایی که در دست داریم رساله هایی بود که آقای شیخ فضل‌الله نوری نوشته بود. در اونجا هم اصلا به ولایت فقیه اشاره نمی شود و اصلا واژه ولایت فقیه، ولایت فقیهان، یه واژه تازه در فرهنگ سیاسی، فرهنگ حتی دینی. کی بانی این واژه بود؟ بله؟ چه کسی این واژه رو ترکیب کرد؟ این واژه رو ارائه داد به جامعه؟ برید، نخستین کسی که این اندیشه ولایت فقیه رو در دست کم تاریخی ما میدانیم مطرح کرد، یک روحانی سرشناس دوران فتحعلی شاه بود، یعنی آدم پدر نراقی؟ بله بله بله، پدر بزرگش در واقع شیخ احمد نراقی، نیای آقای احسان نراقی، زنده یاد احسان نراقی، حاج ملا احمد نراقی. حاج ملا احمد نراقی در روستای نراق در نزدیک کاشان زاده شده بود. دوران در واقع توانایی او همزمان بود با دوران فتحعلی شاه و فتحعلی شاه خیلی به او مهر می‌ورزید. این همون حاج ملا احمد نراقی است که معلوم نیست که افسانه باشد یا واقعی، فکر کنم بیشتر افسانه باشه، نامه ای است که فتحعلی شاه به او نوشته در مورد اندازه به هر حال حوران بهشتی در اون دنیا و چند روز نزدیکی جنسی در اون دنیا ادامه داره. چیزهایی ببخشید، اندازه کی؟ اندازه حوران بهشتی و که از شرق عالم تا غرب عالم.
بله بله اینا البته ساختگی بیشتر اینها، میدونید که بسیاری از این چیزها رو در سالهای پس از اون ساختن. این پیش درآمدی بود که خدمتتون گفتم در مورد مسئله چه شود. بله این حالا برگردیم به نکته ای که شما در صحبتی هم که با من پیشتر می کردید برشمردید، پرسشی رو از من کردید و شاید بخواید اینجا هم دوباره بکنید، در مورد اینکه آیا از دیدگاه، پیش از اینکه به اندیشه های ملا احمد نراقی بپردازم، در مورد اینکه آیا خود خمینی آیا ولایت فقیه رو ساختاری و نهادی در برابر سلطنت برمی شمرده؟ فکر میکنم این رو ما پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنیم یه گفتگوی با هم داشتیم در این زمین. بله بفرمایید اگر نکته‌ای در سخن شما. بله، اینکه خمینی ولایت فقیه رو ساختار و نهادی در برابر سلطنت برشمرده تو این کتاب، سوال اینه. ببینید خیلی جالبه این از این لحاظ این کتاب، برای همینم این کتاب رو دیگه چاپ نکردن در تمام دوران جمهوری اسلامی، این کتاب چاپ نشد. در برگ 184 این کتاب آقای خمینی چنین می نویسه: کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند، اما قانون همان قوانین اسلام است. ببینید روشن داره اینو مطرح میکنه از پیش که وضع کرد، همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت میکنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است و اما حکومت در زمان پیغمبر و امام با خود آنهاست. ولی میگه خب حالا پیغمبر و امامان دیگه در میان ما نیستن. میگه ولا، ببینید خیلی نکته دقیقی رو در اینجا مطرح میکنه، یعنی اعتراف میکنه آقای خمینی که در میان بزرگترین مجتهدان و فقیهان در مورد اینکه فقیه میتواند حکومت کند یا نه، مجتهد میتواند ولایت داشته باشد یا نه، اختلاف نظر است. این عین عبارت آقای خمینیه، بعدها گفته که اصلا اختلاف نیست، ولایت مجتهد که مورد سوال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت و حکومت او. این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیل هایی می آورند که عمده آنها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است. ببینید آقای خمینی در این کتاب صریح روشن بدون پرده میگوید که در میان روحانیان، در میان مجتهدان اختلاف نظر هست که آیا فقیه میتواند، مجتهد میتواند ولی باشد، حاکم باشد، نایب امام باشد. بعد میگوید در میان اونهایی هم که این رو موافق هستن اختلاف در حدودش هست و سرانجام نتیجه میگیره. خیلی جالب است پیشنهادی که آقای خمینی در این نوشتار می کند و می گوید، چون در برگ 187 می نویسد که دلیل حکومت فقیه به شیخ صدوق بر می گردد و به خیلی ها، اما در اینجا می گوید یه پیشنهاد داره آقای خمینی، پیشنهاد خیلی جالبی است. آقای خمینی می گوید که همان گونه که مجلس مؤسسان به وجود می آید که شاهی رو به جای شاه دیگر بنشاند، اشاره است به مجلس مؤسسان سال 1305 که 1304 پوزش میخوام که به پادشاهی قاجار پایان داد و پادشاهی پهلوی را آغاز کرد، یعنی در واقع اون رو میپذیره. میگوید همانطور که یک مجلس مؤسسان تشکیل میشود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت میدهد و یکی را به سلطنت انتخاب می کند، میگه همانطور که این گونه انجام می شود چه ایرادی دارد، چه گرفتاری است اگر یک همچون مجلسی. خیلی جالب، این نکته نکته کلیدی سخن آقای خمینی است 75 سال پیش. اگر یک همچون مجلسی از مجتهدین دیندار
که حکم که هم احکام خدا را بدانم و هم عادل باشم و از هوای نفسانیه هواهای نفسانیه عاری باشم و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشم، مثل آقای خامنه ای، و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشن، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کند که از قانونهای خدایی تخلف نکند. ببینید پیشنهاد آقای خمینی در این هنگام هنوز این نیست که ولایت فقیه در دست یک فقیه باشه. میگوید اگرچه ما فقیهان بر پایه احادیث و آنچه که به پیامبر و امامان نسبت داده شده دارای این حق هستیم، اما در میان ما اختلاف است. چون این کتاب رو ایشان تنها در جواب و پاسخ به آقای حکمی‌زاده ننوشته، سخنی است با دیگر آخوندهای یا مجتهدان مدرسان. میگوید که چه ایرادی دارد، ما ولایت فقیه رو فعلا اختلاف داریم، بذاریم کنار، ما یک مجلس مؤسسانی از فقیهان داشته باشیم، فقیهان باشن، مجتهدان باشن که یک سلطان عادل انتخاب کنن. و بعد ادامه میده که ما با سلطنت مخالفتی نداریم به شرطی سلطان منتخب فقیهان باشد. تقریبا همان حرفی رو که غیر مستقیم آقای شیخ فضلای نوری میزده که اگر سلطان پادشاه سخن من رو و ما رو به عنوان مجتهدان بپذیره که محمد علی شاه بوده، او سلطان عادلی است، سلطانی که مثل محمد علی شاه عدل محمد علی شاهی. خمینی هم همین رو میگه، میگه پادشاه باید تابع دستور فقیهان باشد. سالهای دیگری میگذرد تا آقای خمینی به این نتیجه میرسد که اصلا حکومت باید در دست فقیه باشد. در این کتاب میگوید که چنین چیزی جز به حقوق ما هست ولی ما فعلا انجام نمیدهیم و بهتر است که مجلس مؤسسانی باشد که در این مجلس مؤسسان سلطان انتخاب کنند. آقای امینی، این اندیشه ولایت فقیه آیا در کنار و به همراه نظام پادشاهی فکر و اندیشه تازه‌ای بوده یا دیگران پیش از خمینی در این باره نوشتند؟ شما البته اشاره کردید که ملا احمد نراقی چنین کاری کرده. کتابی است به نام عواید الایام، کتاب خیلی جالبه. ملا احمد نراقی آدم ویژه‌ای هم در دوران خودش بوده. در اون دورانی که ملا احمد نراقی زندگی می‌کرده، شیخ مرتضی انصاری پایه‌گذار این ساختار مدرن که البته ساختار نو حوزه درگذشته بوده و جانشین او کاشف القتا بوده. در نجف کاشف القتا بلندپایه‌ترین آخوند مجتهد در واقع زمامدار و زعیم نجف به شمار می آمده و اون کتاب ولایت فقیه رو ایشون نوشته، ملا احمد نراقی؟ نه آقای کاشف القتا. نه کاشف القتا اصلا هوادار ولایت فقیه نبوده. کاشف القتا آدمی است که تا حدود زیادی پیرو اندیشه های شیخ مرتضی انصاری است، شیخ الشیوخ مرتضی انصاری است و او خیلی نزدیک بوده، با پشتیبانی میکرده از فتحعلی شاه و یکی از کسانی است که در جنگ اول ایران و روس جزو فتوا دهندگان بوده، پشتیبانی میکرده، پذیرفته بوده پادشاهی فتحعلی شاه رو. ملا احمد نراقی هم پادشاهی فتحعلی شاه رو پذیرفته بوده و جالب اینجاست که همین کتاب عواید الایام رو به فتحعلی شاه تقدیم کرده. ولی این کتاب درباره اندیشه ولایت عام و ولایت مطلق هست و که آیا ولایت عام چیست، ولایت مطلق چیست. یکی از ویژگی ها و جنبه های مشترک این آقای نراقی و خمینی در این است که هر دوی اینها به فلسفه یونان خیلی دلبستگی داشتند. ملا احمد نراقی شیفته اندیشه های افلاطون و ارسطو بوده و اصلا این اندیشه افلاطون رو که اداره جامعه به یک مدیر، به یک فرد نیاز داره، این رو اسلامی کرده و
و این رو در قالب ولایت فقیه عرضه کرده. یعنی اون جمهور افلاطون رو آورده و گفته که افلاطون و دیگران درباره نخبگانی که باید جامعه رو اداره بکنن، نخبه‌ای که باید جامعه رو اداره بکنه، شاه فیلسوف سخن گفته، من درباره شاه فقیه سخن میگویم. و درباره این نوشته که نقش فقیه در تاریخ چیست، و گفته که البته بهترین حکومت حکومتی است که فقیه امام باشد، فقیه حکومت رو اداره بکنه. اما چون چنین چیزی امروز در دسترس نیست، ما پادشاهان رو به دو دسته تقسیم میکنیم، پادشاه عادل و پادشاه غیر عادل. عدل هم از منظر اسلامی توضیح داده میشه و سپس میگوید که این عبارت رو میگه، میگه مردم به دو گروه متمایز تقسیم میشه. این البته نوشته به فارسی، خیلی جالب است که این کتاب رو به عربی ننوشته، به فارسی نوشته. و سرانجام میگوید که هر سلطانی ذل الله نیست و تنها سلطان عادل است که ذل الله است. و نتیجه میگیره اگر پادشاهی از فقیه تقلید کنه و عدالت بر پای شریعت رو اجرا بکنه، اون سلطان ذل الله خواهد بود و در واقع اون سلطان در واقع همون ولایت فقیهه، چون فقیه میتواند در قالب اون سلطان کشور رو اداره بکنه. این اندیشه ولایت فقیه آقای شیخ احمد نراقی است، ملا احمد نراقی است. این کتاب رو به فتلی شاه داده، چون فتلی شاه سخت تابع اندیشه مذهبی ها بوده و در واقع فتلی شاه رو همون سلطان عادلی میداند که از فقیه پیروی میکند. و خمینی هم همین اندیشه رو دنبال میکرد در آغاز کار، به دنبال این بوده که شاه باید از دستور فقیهان پیروی بکنه و اگر پیروی بکنه در واقع همون ولایت فقیه در قالب پادشاهی و سلطنت انجام میشود. و این نکته ایست که در نوشته آقای خمینی بارها آمده و ایشان هم گفته ما هیچ دشمنی با پادشاهی نداریم و از پادشاهی هم پشتیبانی کردیم، خوب از پادشاه عادل باشد. و این همان ولایت فقیه است. البته این اندیشه رو سالهای پس از اون ایشان تغییر دادند. آقای امینی، بله. سوالی که برای من اکنون به ذهنم متبادر شد این است که این کتاب کاشف القطاع ولایت فقیه، این رو آقای خمینی، کتاب کاشف القطاع نیست، این ملا احمد نراقی، نه میدونم، کاشف القطاع کتاب دیگری نوشته، این کتاب ملا احمد نراقی، بله من اینو درک کردم، بله. میخوام ببینم که این کتاب رو خمینی قبول داشته، کتاب، بله، کاشف القطاع رو قبول داشته، بله، کتاب عبایت الله ایام رو ازش بازگو کرده و در خیلی جاهای دیگر از ملا احمد نراقی به عنوان پایه‌گذار فکر ولایت فقیه یاد کرده و دیگران هم یاد کردن که ملا احمد نراقی اول کسی است که آمده و اندیشه ولایت فقیه رو تنظیم کرده. کاشف القطاع چطور مشهور نیست؟ کاشف القطاع در میان بین من و شما مشهور نیست، برای اونایی که اهل حوزه هستن به عنوان جانشین شیخ یعنی شیخ شیوخ انصاری خیلی خیلی نامآور هست. نامش به معنی پرده دره، کسی که پرده رو میدرد. بله، ولی خب این کتابی است که نوشته، کشف القطاع نوشته، کتاب کشف القطاع، و بعد نامش شده کاشف القطاع. کاشف القطاع. خب حالا خدمت به شوخیه اینو بگم، من این سخنان رو در یکی از یه نشست خصوصی بود در برلین باید زیادی از دوستان میکردم، یه آقایی که خب پیشترم جنبه مذهبی داشت، آقا شما کجا درس حوزوی خواندید؟ گفتم والا به خودم رنج دادم و این پرت و پلاها رو خوندم که بدانم که اینا چی میگن. واقعا رنج دادیم به خودتون یا با عشق خوندید؟ شما جدا فکر میکنید که بین خواندن آثار مدرن
و خواندن کتاب هایی که من مثلا بعضیش رو نام میارم، مانند مستند و شیعه فی الاحکام و شریعه یا مناهج الاحکام فی الاصول، اینها شما جدا فکر میکنید که لذت داره خوندنش؟ البته خوشبختانه این کتاب برای به نظر من برای کسی که پژوهشگره و در جستجوگره حتما عشقه به نظر من. بله، اعتقاد که ندارین شما به اینا، ولی در لابلای اینها در جستجوی یک به حال نکته‌ای هستید که موضوع بر سر اینه که ما به جای اینکه بیاییم و بخواهیم تنها برچسب بزنیم و شعار بدهیم، باید بدانیم که این اندیشه از کجا آمده، چگونه پیدا شده، چگونه پدیدار شده، چگونه ساخته و پرداخته شده، به کجا یا میتوان نقد کرد. من هرچه بیشتر جستم دیدم که در میان کسانی که بدعت ایجاد کردند، اندیشه های تازهی حتی رادیکال ضد مدرن به میان آوردند، مثل کارهایی مثل خود آقای خمینی و دیگران، اینها سخت شیفته فلسفه یونان بودند و دلبستگی به فلسفه داشتن. در همین کتاب کشف اسرار شما نمیدانید خمینی با چه زبانی از افلاطون و ارسطو و ارسطاتالیس سخن میگوید و فلسفه یونانی رو به عنوان فلسفه برتر برمیشماره و میگوید اینها در واقع در کانون الهیات بودند. و خب اینها اندیشه هایی است که از سوی بسیاری از متفکران فوق‌العاده واپسمانده دینی مانند مجلسی ها و دیگران مورد واکنش قرار گرفته. کسانی مانند ملا صدرا، صدرالمتالهین و کسانی مانند ابن سینا، اینها به نقد کشیده شدند و حتی خواندن آثار ملا صدرا یا خواندن آثار ابن سینا، پور سینا مورد پذیرش نبوده. خمینی در کشف الاسرار اینها رو می ستایه و میگوید که اینها بزرگان در واقع اندیشه در دنیا هستند و اینها خدا رو به درستی دریافتند. و حتی ارسطو و افلاطونی که میدانیم مسلمان نبودند، چون خیلی خیلی صده ها پیش از پیدایش اسلام به وجود آمدند، به دنیا آمدند، اینها رو به عنوان پایه‌گذاران اندیشه های ویژه. ولی افلاطون طرفدار شاه فیلسوف بوده. دقیقاً نکته خمینی هم همینه. خمینی هم در واقع به دنبال فقیه فیلسوفه، شاه فقیهه، حالا فیلسوف نه، شاه فقیهه، یعنی یک رهبر که از راه فقه، حالا افلاطون فیلسوف میگوید، اون میگوید از راه فقه و شریعت جامعه رو اداره بکنه. اندیشه خمینی یک بدعتی است میان داوری های سنتی اسلام و ارزش هایی که ایشان برداشته از فلسفه یونانی گرفته و آمده یک چیز جدیدی درست کرده که جالب است این رو از ملا احمد نراقی گرفته. این ملا احمد نراقی است که سخت شیفته فلسفه یونانه و نشان میده در کارهاش، یاد میکنه و تفاوت داره ملا احمد نراقی با آخوندهایی که در نجف زندگی میکردن. شیفته فلسفه شاه خدایی است، شاه فیلسوف است و در اینجا شاه فقیه در واقع، و همین رو خمینی گرفته و پرورونده و سرانجام ولی فقیه رو از اون بیرون آورده. آقای امینی، من خواندم در جایی که در پاریس یکی از هواداران آقای بازرگان از ایشون میپرسه که خمینی رو چگونه دریافتی؟ گفته است که یک شاه عمامه به سر. ببینید دقیقا همینطوره. و شما اگر کتاب همون کتابی که اشاره کردم، کتاب ملا احمد نراقی رو بخوانید، اگر به کتاب اوائل الایام ملا احمد نراقی رجوع کنید و سپس کشف الاسرار خمینی رو بخوانید، میبینید که او هر دوی اونها شیفته پادشاهی هستند که پایبند دین باشه. حالا اگر این پادشاه پایبند دین پیدا نشود، یک فقیه باید سلطان بشود. این در ایران انجام شد. آقای خمینی سلطان جامعه شد به نام فقیه
و جانشین خودش رو هم تعیین کرد، یعنی سلطنت موروثی. سلطنت موروثی تنها برای این نیست که شما فرزندتون به جایتون بشینه، فرزندش اهل بوکس و ورزش و اینها بود، به نمیتوانست فرزند آقا احمد رو میگم چون آقا مصطفی که در گذشته بود به دلیل پرخوری زیاد، و این است که آقای خمینی آمد جانشین خودش رو تعیین کرد و در واقع یک نوع سلطنت موروثی فقاهتی رو در جامعه بنا نهاد. و این دقیقا همون نکته ایست که ملا احمد نراقی گفته، ما به یک سلطانی که مورد پشتیبانی فقیه باشه نیاز داریم، یا فقیهی که سلطان باشه، یا سلطانی که فقیه باشه. ولایت فقیه از دل گفتگوی ساختار سلطانی به وجود آمده، ساختار پادشاهی به وجود آمده، و این پیوند داره و این مدل فرمانروایی پادشاهی، فرمانروایی نابرگزیده، فرمانروایی که افراد بر پایه خاندان یا بر روی شمشیر یا اینجا فقه بر جان و نام و بر جان و ناموس مردم همه چیز چیره می شوند. یک نفر در واقع می تواند همه کار بکند. یک زمانی به اون می گفتن سلطان، سلطان ذی‌الله، اینک آقای ملا احمد نراقی و سپس آقای خمینی به این می گوید فقیه یا سلطان برگزیده فقیهان، یا یک فردی که در قالب مثل یک سلطان همه کاره و مدیر جامعه است. آقای امینی چطور آقای شریعت مداری این حرف رو قبول نداشت؟ نداشتن، هیچ کدوم از آخوندها بر این پایه نبودن. این یک بدعتی در دین بوده. حتی سخنان ملا احمد نراقی هم مورد پذیرش کسانی ماننده که کاشف الغطا و دیگران نبوده. اینها یک اندیشه های تازه‌ای بوده که در میان برخی از این روحانیان به وجود آمده و پذیرفتن نشده. آقای حائری فرزند آقا مهدی حائری، فرزند آستابالکریم حائری یزدی که پایگزار حوزه علمی قم بود، حکومت و جامعه و حکومت جامعه رو نوشت، در اونجا استناد کرده و نشان میدهد که این بحث ولایت فقیه یک بحث بدعتگذار در تاریخ اسلام بوده و تازه است و به راستی هم چنین است. ولایت فقیه ساختار اجتهاد رو در دنیای اسلام شیعی به هم ریخت، چون مجتهدان مقلد داشتن، کسانی از اونها تقلید میکردن، این رو به هم ریخت. گفت یک نفر رهبر انقلاب اصول دین رو میتواند تعطیل کند، فقیه میتواند اصول دین رو تعطیل، حج رو میتواند تعطیل کند، اصول دین رو، بله، حج رو میتواند تعطیل کند. شما برای اینکه بتوانید بیشتر در واقع این اندیشه، من نمیدونم چقدر وقت داریم، این اندیشه آقای خمینی رو ده دقیقه. بله؟ به نظرم 10 دقیقه. بله. پرورش این اندیشه آقای خمینی رو در اون کتابی که فکر کنم پیشترم با هم صحبت کردیم، شهید جاوید؟ نه خیر، کتابی که به نام حکومت اسلامی در بیرون از ایران به چاپ رسید. بله. البته عنوانش حکومت اسلامی نبود در اون هنگام. نمیدونم شما دیدید این کتاب رو؟ نه ندیدم، ولی میدونم یه ترجمه ای شده. بله بله بله. این کتاب در واقع عنوانش در واقع این بوده: نامه ای از امام موسوی کاشف الغطا. بله. این 13 تا مجموعه 13 درس و گفتار آقای خمینی است درباره حکومت اسلامی. این درس ها رو در سال 1348 ایشون داده. خیلی جالب است که چقدر جامعه ایران در اون دوران، نخبگان ایرانی نسبت به این مسائل بی تفاوت بودند. کتاب آقای خمینی در سال 1022-23 در دست است، سپس در سال 1348 در بیروت این کتاب 13 خطابه آقای خمینی به چاپ میرسد. این کتاب در سال 1349 به چاپ رسیده و سپس این کتاب ترجمه می شود و بعد هم ترجمهش در سال 1970 هستش، یعنی 8 سال پیش از انقلاب 57. هیچ کس توجهی به این موضوع نداره که ایشان به راستی چی در این کتاب گفتن. این کتاب تکامل اندیشه های خمینی و
آقای ملا احمد نراقی در واکنش به رویدادهای سیاسی در ایران است، که در اونجا دیگه رسما داره میگه که باید فقیه حکومت کنه. سنیان این مطلب قبول ندارن؟ اهل سنت؟ بله. به هیچ وجه. نه، اهل سنت اصولا باور به این ندارن. که ببینید برمیگرده یکی از اختلافهای بزرگ میان شیعه و سنی به این آیه از قرآن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، و این اولو الامر رو شیعیان امامان میدانند و اهل سنت حکومت، پادشاهان. البته در اون دوران خلفا، منظور خلفاست، چون تا زمانی که مغولان هولاکو به بغداد نرفته بود، حکومت دین در دنیای اهل سنت، دنیای چیره اسلامی، حکومت خلیفه بود و حکومت خلیفه اول اموی و سپس عباسی، و این رو قبول داشتن. در دوران مدرن هم پس از پیدایش مسجد الازهر و جامع الازهر، در واقع میتوان گفت که ساختار دینی بیشتر دنیای اهل سنت پذیرای ساختار دولتی بود. تنها در ساختار وهابیان هست که ما تفاوتی میبینیم، یعنی در دنیای وهابی که برای در عربستان و اینک هم در قالب داعش ما اون رو میبینیم، اونها باوری به این حکومت‌های موجود نداشتند و حکومت‌ها رو رد می‌کردند. ولی روی هم رفته باید گفت که این فکر ولایت فقیه یه فکر نسبتاً تازه‌ای در 200 سال گذشته در تاریخ اسلام بوده که ملا احمد نراقی نخستین کسی است که اون رو پرداخته، البته اون رو هم کنار نهاده، چون کتاب رو برده و تقدیم کرده به فتحعلی‌شاه قاجار، و سپس آقای خمینی این اندیشه رو گرفته و در پرتو رویدادهای سیاسی زمان اون رو پرداخته و در اون کتابی که در سال 1349 به چاپ رسیده، حکومت اسلامی، اون رو در واقع مطرح کرده. و کسانی که میگویند که ما نمیدانستیم خمینی چه میگوید، خودشون رو فریب میدن، به ویژه کسانی که با او همکاری میکردن. آقای خمینی در این 13 سخنرانی که در نجف داشته، 13 درسی که در نجف داشته، خیلی روشن و آشکار دیدگاه خودش رو در مورد حکومت اسلامی مطرح کرده. و جالب اینجاست که تن نخستین سندی که ما در این زمینه در دست داریم در مورد اینکه حکومت اسلامی چگونه باید باشد، سندی است که در سال 1329 فدایان اسلام منتشر کردند که مورد پشتیبانی آقای خمینی هم بودند، بر پایه خاطرات آقای منتظری. در سال 1329 سندی که فدایان اسلام منتشر کردند، درست در آستانه نخست وزیری زنده یاد مصدق، شالوده حکومت اسلامی رو مطرح میکنه. جالب اینجاست که در این جزوه‌ای که بیرون دادن مشکلی با پادشاهی ندارن، ولی حکومت اسلامی رو بر پایه همین اندیشه‌ای که آقای خمینی ازش صحبت میکرده، سخن میگفته، و سپس اون رو در قالب این 13 درس پرورانده، اونها هم از همین سخن میگفتن. البته زبان اونها زبان عامیانه تری بوده، زبان پیشرفته دینی مانند خمینی نبوده، ولی بر روی همین سخن رو دنبال. 3 دقیقه وقت داریم آقای امینی. بله، در خدمت شما. من به یاد دارم که چند سال پیش از انقلاب کتاب شهید جاوید بله چاپ شد از سوی کسی به نام نعمت الله صالحی نجف آبادی. سوال من این است که این کتاب که خیلی هم سر صدا کرد و بسیاری از روحانیون سرشناس هم با اون مخالفت کردند، این کتاب هم در راستای همون اندیشه هایی است که در کشف اسرار آمده و سپس در نامه از امام موسوی کاشف الغطا؟ نه، موسوی کاشف الغطا در اینجا، چون ما یک کاشف الغطایی رو اشاره کردیم، چون کاشف الغطا مربوط می شود 200 سال پیش، این موسوی کاشف الغطا منظور آقای خمینیه. بله، این کتاب شهید جاوید که جالب است که آقای منتظری و مشکینی بر اون مقدمه نوشتن. این کتاب گوهر بحثش این است و خیلی خوششون آمد از این کتاب، از جمله آدم های چپ و خدا نشناس از این کتاب خوششون آمد، برای اینکه این کتاب میگه امام حسین میدونسته کشته میشه، قیام نکرده. بله میدونسته کشته میشه. بله،
میدونسته کشته میشه و برای شهادت قیام نکرده، برای خلافت قیام کرده، یعنی برای حکومت دینی قیام کرده، یعنی برای ولایت فقیه قیام کرده. و این گوهر بحث ولایت فقیه. و در اون زمان بسیاری از روحانیان بلندپایه ایران به این کتاب تاختن. آیت الله طه عمامه بر در منبر عمامه بر زمین زد و راه افتاد برای اینکه بروند به چاپخانه و این کتاب رو بسوزانند. و حتی بسیاری از آخوندها به همین آقای نجف آبادی پیشنهاد کرده بودن کتاب رو چاپ نکنه. این کتاب در یک گستاخ محدودی چاپ شد و دوباره چند سال پیش از انقلاب باز چاپ شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و در اون جنبش رادیکال. شما خوندینش؟ بله بله خوندم این کتاب رو. بله میشه دربارش در برنامه آینده صحبت کنین آقای حتما این واقعا باید اینو بررسی کرد، چون میدونید این کتاب به ماجراهایی انجامید که درگیری‌های درون جامعه رو کشتارهایی هم در پی داشت. شمس آبادی، آیت الله شمس آبادی رو در واقع داماد، برادر داماد آقای منتظری به دلیل برخورد به این کتاب بردن و کشتن و بعد گفتن که ساواک کشته و ساواک هم برای اینکه قدرت خودش رو نشان بده هیچ کتمان نکرد و ماجراهایی پیش آمد. ولی با کمال میل حتما در برنامه‌های آینده به این اشاره خواهیم کرد. خیلی ازتون ممنونم. من نکته فقط نهایی خدمتتون بگم، 15 ثانیه بیشتر نیست. مجموعه نکاتی که من در این برنامه خدمت شما و همیهنان میگویم در این باره است که جامعه غیر مذهبی ایران نسبت به این مسائل بی تفاوت بوده، هیچ چیز از این چیزها رو نخونده و فکر نمی‌کرده مهم باشد که ما به این نوع مسائل هم نگاه بکنیم. بله خیلی ممنونم ازتون آقای امینی عزیز، در تحقیقات خودتون هرچه موفق تر باشید. سپاسگزاری میکنم از کارگردان برنامه آقای امیر درخشان و از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند. شب و روزتون خوش.